ایران هم در برابرشان استادگی کنه، سعودیم کنه، لبنان هم کنه و بر ما آسان‌تر شو به جنگی که به حمایت از فلسطین شوه جوانای ما بره. سلام و وقتتان بخیر بینندگان گرامی، به یک بسته مهم و تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. منابع خبری از ایران میگویند که مقامات اطلاعات این کشور در هماهنگی با طالبان از حمله پهپادی اسرائیل بر ایران جلوگیری کردند. همزمان با این وزیر میراث فرهنگی اسرائیل خواستار حمله اتمی بر غزه شده است. در همین حال روسیه از آزمایش یک زیردریایی هسته‌ای خبر داده و آن را موفقیت آمیز خوانده است. از سوی هم جنرال موبین گفته است که طالبان در صورتی با اسرائیل وارد جنگ می شود که کشورهای دیگر از جمله ایران و عربستان با اسرائیل وارد جنگ شوند. همچنین امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با وزیر خارجه چین دیدار و گفتگو کرده است. با ما باشید و از جزئیات تازه این اخبار و چندین گزارش مهم دیگر آگاه شوید. اما پیش از آن لطفاً ویدیو را لایک نموده و نظراتتان را با استفاده از کامنت ها با ما و همکاران ما در میان بگذارید. خبرگزاری های ایران میگوید که در نتیجه عملیات مشترک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و طالبان، سه مأمور موساد با ملیت ایرانی در مناطق کوهستانی بین ایران و افغانستان دستگیر شدند. به گفته مقامات ایرانی این سه مأمور موساد قصد داشتند تا پهپادهای انتحاری را از سوی مرز افغانستان و سمت اهدافی در ایران پرتاب کنند. آنان افزودند که سه فرد دستگیر شده به زودی جهت بازجویی به تهران منتقل خواهند شد. همزمان با این وزیر میراث فرهنگی اسرائیل از مقامات نظامی این کشور خواست است تا غزه را با اتم تنبیه نماید و افزوده است که یکی از گزینه‌هایی که باید بررسی شود انداختن بمب اتم روی غزه است، زیرا به گفته وی غزه نباید در روی زمین باقی بماند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به این گفته‌های وزیر میراث فرهنگی اسرائیل گفته است که سخنان او دور از واقعیت است. نتانیاهو افزوده است که اسرائیل و ارتش این کشور مطابق با بالاترین استانداردهای قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند تا از آسیب به افرادی که دخالتی در حمله حماس نداشته باشد جلوگیری شود. رهبر حزب مخالف دولت نیز خواهان برکناری وزیر میراث فرهنگی اسرائیل شد و سخنان وی را هولناک و جنون‌آمیز وزیری وظیفه نشناس توصیف کرده است. همزمان با این منابع خبری از غزه میگویند که زنان، دختران و کودکان در وضعیت وخیمی به سر میبرند. به گفته منابع خبری زنان و دختران علاوه بر نداشتن حریم شخصی و به دلیل نبود لوازم بهداشتی از قرص‌های تأخیر پریود استفاده میکند که عوارض جانبی زیادی را به همراه دارند. منابع خبری از غزه میگویند که درگیری اسرائیل و حماس منجر به آواره شدن نزدیک به 493 هزار زن و دختر شده است که تعداد بسیاری از این زنان همسران خود را از دست دادند. به گفته منابع تخمین زده می شود که 900 زن در پی مرگ شریک زندگی خود سرپرست خانواده شدند. آنان افزودند که وسایل بهداشتی در غزه نیست و برخی از زنان و دختران می کوشند تا با پیدا کردن قرص های تأخیر پریود از مریضی نجات یابند و در این حال نمیرند. در همین حال هواپیماهای ارتش اسرائیل صبح یک شنبه 14 عقرب و همزمان با ادامه عملیات هوایی و زمینی در نوار غزه با پخش اعلامیه‌های کاغذی به ساکنان شهر غزه در شمال باریکه اعلام کردند از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر فرصت دارند تا این منطقه جنگ زده را به سوی جنوب ترک کنند. اسرائیل گفتند که این بار قضیه حماس را ختم می‌کنند و غزه را برای همیشه از وجود حماس پاکسازی خان کرد.
همچنین جنرال مبین در سخنان تازه رفتن افغانها بر جنگ غزه را نادرست خوانده و گفته است که طالبان مخالف آن در شرایط کنونی است و افزوده است که امروزه ما در خون خود غرقیم و هزاران بیوه، زن و کودک در افغانستان می باشد که وضعیتش به مراتب بدتر از وضعیت فلسطین است. با گفته یه جنرال مبین شرایط جغرافیا و وضعیت غزه برای جوانان افغان ناآشناست و لذا جنگ در این منطقه را سخت می کند و افسوده است که ما زمانی به کمک فلسطین و حماس خواهیم رفت که ایران، عربستان، سوریه و لبنان وارد جنگ شوند، چون آن زمان مسیر رفتن ممکن خواهد شد. ایران هم در برابرشان استادگی کنه، سعودی کنه، لبنان هم کنه و بر ما آسان‌تر شود و جنگی که به حمایت از فلسطین شود جوانای ما بره. در همین حال در حدود 20 هزار نفر روز یکشنبه 5 نوامبر در ملبورن کشور استرالیا تجمع کردند تا از فلسطینیان اعلام حمایت کنند. با گزارش CNN این تجمع یک روز پس از آن صورت گرفت که هزاران معترض در واشنگتن، پاریس، برلین، لندن، منچستر، آکسفورد، نیوکاسل و لیورپول به خیابان‌ها آمدند و خواستار آتش‌بس و توقف خشونت‌ها در غزه شدند. از سوی هم دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود گفته است که کشت تریاک در افغانستان به دنبال ممنوعیت طالبان 95% کاهش یافته است. طبق گزارش این دفتر که روز یکشنبه 14 عقرب منتشر شده، کشت تریاک در تمام نقاط کشور از 233 هزار هکتار به 10800 هکتار در سال 2023 رسیده است. همزمان با این شماری از هموطنان برگشته به کشور میگویند که حکومت پاکستان از هیچ ظلمی در حق پناهندگان افغان دریغ نکرده است. آنان میگویند ظلمی را که پاکستانی ها کردند کفار هم نکردند. به عزت کویم تر سرایم به عزت کوی اگر برون پر خودمون راغلو اخلاق اوسه مالته برات دي چکم افغانیان دی پیسې لري پیسې په زیر کار کوي هغه یوم نه دره. همچنین دولت پاکستان آن دسته از افغانهای مقیم این کشور را که در انتظار اسکان در امریکا هستند از اخراج معاف کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که دولت موقت این کشور به نیروهای امنیتی توصیه کرده که از بازداشت افغانهایی که به امریکا می‌روند خودداری کنند. از سوی هم وزارت دفاع روسیه گفته است که به تازگی یک زیردریایی هسته‌ای جدید این کشور را تحت نام الکساندر سوم موفقانه آزمایش کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این وزارت روز یکشنبه 5 نوامبر از پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیمای خود با استفاده از این زیردریایی خبر داده است. طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه این موشک با برد 8000 کیلومتر قابلیت حمل 6 کلاهک هسته‌ای را دارد. در همین حال وزارت امور خارجه طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با سفیر چین در کابل خبر داده است. این دیدار روز یکشنبه 14 عقرب انجام شده است و دو طرف در این دیدار روی مسائل امنیتی، اقتصادی و مشکل مهاجران افغان پس از تصمیم پاکستان برای اخراج آنان گفتگو کردند. همچنین رئیس جمهور ازبکستان میگوید با تشدید درگیری‌ها در سایر نقاط جهان مشکلات افغانستان بیش از پیش از دید جامعه جهانی دور می‌شود. شوکت میرزیایوف در نشست سران سازمان کشورهای ترک در آستانه بر ایجاد سازوکاری برای حل مشکلات مردم افغانستان تاکید کرده است. دوستان عزیز، با پایان این سرویس خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.